اعتراض‌های ضد حکومتی که این بار از آبادان و در پی فرو ریختن برج متروپول آغاز شد، شامگاه دوشنبه 9 خرداد هم در آبادان و چند شهر دیگر ادامه پیدا کرده. گزارش‌ها حاکی از بازداشت ده‌ها تن از معترضان و اختلال در اینترنت به ویژه در خوزستان هست. همکارم مهتاب وحیدی راد در بخش دیگر استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر با ذکر این نکته که تصاویر این گزارش ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه. مهتاب، 8 روز گذشت از اون دوشنبه‌ای که برج ناایمن متروپول آوار شد بر سر آبادان، شهری که از اون روز یک پارچه سیاه پوش و سوگوار. تا امروز پیکر 36 نفر از زیر اون آوار سنگین خارج شده که 5 نفرشون کودک بودن: آریان، ملیکا، حمیدرضا، مسیح و میترا، دانش آموزانی که حالا جاشون تو کلاس درس خالیه و عملیات پیدا کردن اجساد ادامه داره برای یافتن بیش از 30 نفری که هنوز مفقودن. این حادثه 37 مصدوم هم داشته که بعضی از اونها هنوز در بیمارستان بستری‌اند. همزمان اعتراض‌ها به عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه داره. اعتراض‌های ضد حکومتی که دیشب در آبادان، بوشهر، کازرون، کرمانشاه، سمنان و تهران برگزار شد و تا بامداد امروز در بعضی از شهرها ادامه داشت، از جمله در آبادان. گاز اشکاور زدن. وای نگاش کن. مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شعارهاییه که در این اعتراض ها شنیده میشه و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست، شعار مردم بوشهر. ویدیوهایی هم از تجمعاتی در تهران منتشر شده، مثل این یکی در محله نازی‌آباد دیشب. و این هم ابراز همدردی طرفداران فوتبال با مردم آبادان دیروز در استادیوم آزادی تهران. همزمان گزارش‌هایی از بازداشت ده‌ها تن از معترضان در آبادان و شهرهای دیگه هم منتشر شده که از تعداد دقیق و وضعیتشون خبری در دست نیست. این ویدئویی از بازداشت یک معترض در سمنان، شامگاه دوشنبه 9 خرداد. بعضی ویدیوها هم رفتار خشونت‌آمیز مامورین پلیس با معترضان رو نشون میده. در روزهای گذشته در امیدیه، ایزه، اندیمشک، دزفول، اهواز، خرمشهر، بهبهان، بوشهر، یزد، شهر ری، شاهینشهر و بندرعباس هم تجمعاتی اعتراضی برگزار شد. احسان عباس‌پور، دادستان آبادان، از تشکیل شعبه قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده متروپول خبر داد و همچنین از بازداشت تعدادی از مقصران و عاملان این حادثه. صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، میگه به افرادی که خونه ها و مغازه هاشون آسیب وارد شده از اموال مالک متروپول خسارت پرداخت خواهد شد. استاندار خوزستان در مورد دیه جان باختگان این حادثه هم گفته که تصمیم گیری بر عهده دادستانه. آبادان از روز دوشنبه 2 خرداد سیاه پوش و عزادار. عزادار 36 نفری که تا امروز جسدشون پیدا شده. آبادان پر از فریاده. فریاد دادخواهی برای جانهای از دست رفته در حادثه‌ای که حتی بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم نسبت به احتمال تکرار اون در شهرهای دیگه هشدار میدن. از جمله مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، که امروز با اشاره به فهرست موجود از 129 ساختمان پرخطر در شهر تهران گفت که بعضی مراجع با علنی کردن این فهرست مخالفن، بدون اینکه بگه این مراجع چه افرادی یا چه نهادهایی هستند.